سلام با خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی تولونیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه پنجم ماه سرطان سال 1391 جی خورشیدی است که برابر میشد با 25 ماه جون سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. گفتگوی نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان با نمایندگان مخالفان مسلح دولت. نگرانی وزارت امور داخله است فعالیت‌های گروه رصف‌گن در مرزهای افغانستان با پاکستان. با استقبال شمار از کشورهای جهان از برگزیده شدن محمد مرسی به حیث رئیس جمهور تازه مصر. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان به تازگی با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و یکی از نمایندگان مخالفان مصالح دولت در پاکستان گفتگو کرده است. وی در گفتگوی ویژه با تولونیوز میگوید به نظر میرسد که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میخواهد گفتگوهای صلح را به تعویق بیاندازد. از سوی هم وی تاکید میورزد که پس از این حکومت افغانستان درباره چگونگی مصارف کمکهای جامعه جهانی حساب ده خواهد بود. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان در گفتگوی ویژه‌ای با تولونیوز میگوید این نهاد همواره تلاش‌هایش را برای ادامه گفتگوهای صلح حکومت افغانستان ادامه داده است. وی میگوید در حدود دو هفته پیش با شماری از مخالفان مسلح حکومت افغانستان و مقام‌های پاکستانی در پاکستان دیدار کرده است. من در حدود دو هفته پیش در پاکستان با نماینده سیاسی یکی از جنبش‌هایی را که ماکنون در جنگ با حکومت است، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و دولت پاکستان گفتگوهای داشتم و از آنان در باره انتظارهایشان از حکومت افغانستان پرسیدم. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در چگونگی آمادگی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار برای ادامه گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان در اوضاع کنونی شک و تردیدهایی دارد. هرچند آنان بینش و هدفهای خودشان را دارند، اما به نظر می رسد که آنان در این مقطع زمانی گفتگوها را به تعویق می اندازند. از سوی هم نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان از وجود فساد گسترده اداری در کشور نگران است و مبارزه با فساد را در این کشور قناعت بخش نمی داند. پس از این چک های سفید در اختیار افغانستان نخواهند بود، از این پس پاسخگویی و حسابدهی دو جانب خواهد بود، البته در یک چارچوبی که هر دو جانب برای یکدیگر پاسخگو باشند. آقای یانکوبیش میگوید پس از این کشورهای کمک کننده به افغانستان باید در کمک هایشان شفافیت را در نظر بگیرند، ورنه در صورت مشاهده عدم شفافیت در کمک ها حکومت افغانستان میتواند از این کار رسما به سازمان ملل متحد انتقاد کند. با این همه وزارت امور داخله هشدار میدهد که اگر به مرزهای افغانستان توجه جدی نشود، امنیت کشور بدتر خواهد شد. سخنگوی وزارت امور داخله مرزهای افغانستان را با پاکستان بسیار آسیب پذیر میداند و از فعالیت های گروه رصف‌گن در این بخش ها سخت نگران است. این در حال است که به تازگی شورای امنیت بر تامین امنیت در مرزهای کشور و مبارزه با رصف‌گنی تاکید کرده است، اما برخی از آگاهان نظامی دولت افغانستان را تا کنون در کار نظارت از مرزهای کشور ناکام میدانند. افغانستان بیشترین مرزش را با پاکستان دارد، مرزهایی که هر از گاهی گواه حمله های نیز بودند. جاگزینی هراس افغانان در امتداد این مرزها و سازماندهی حمله های آنان بر بخش های از افغانستان نگرانی جدی نهادهای امنیتی افغان را به بار آوردند. اما مجهز نبودن پلیس مرزی برای جلوگیری از ورود هراس افغانان به کشور و نیز صادق نبودن اسلام آباد در پیکار با این گروه ها نگران کننده گفته می شود. بزرگترین تشویش پلیس ملی افغانستان نقطه آسیب پذیری ما از ناحیه سرحدات ما با پاکستان است. متاسفانه که هنوز هم طالبا و جنایتکارا در یک فاصله بسیار نزدیک با سرحد افغانستان در پاکستان مراکز اصلی خود داره و با آسانی میتونند که در جریان یک روز داخل افغانستان شوند و دست به حملات بزنند. تجهیزاتی که در اختیار پلیس سرحدی است به اندازه نیست که جوابگوی تهدیدات بزرگ و تهدیدات باشه که ما همگی شاهد از او هستیم. با این همه چگونگی نظارت دولت افغانستان از مرزهای کشور انتقادهای را به همراه شده است. دولت افغانستان در ستر سرحدات و در حفاظت و حراست تا سرحدات اراده نداشتند. اگر اراده می داشتند نیروهای سرحدی را
به وزارت داخله محول نمی کردن. امیر می دادن به وزارت دفاع که جزء وظایف وزارت دفاع است، حراست از سرحدات و دفاع از تمامیت ارضی کشور. طرح تأمین امنیت مرزهای کشور و مبارزه با حراس افغانی در این بخش ها در نشست وزیران از سوی وزارت دفاع ملی ارائه شد. اما ظاهرا این وزارت ارائه جزئیات را درباره این طرح بیش از وقت می داند. مسموم ساختن دانش آموزان صدمه بزرگ بر پیکر آموزش و پرورش افغانستان است. وزارت معارف با نگرانی سخت از مسموم شدن دانش آموزان می گوید که در دو ماه گذشته دانش آموزان 5 ولایت کشور از سوی دشمنان آموزش و پرورش مسموم شدند. در این حال وزارت امور داخله از تلاش‌های جدی برای ردیابی عاملان این رویدادها سخن می‌زند. ولایت سرپل روز دوشنبه گواهی سومین بار مسموم شدن دانش آموزان دختر شد. مسئول رسانه‌های وزارت معارف می‌گوید که دشمنان مردم افغانستان نمی‌گذارند تا آموزش و پرورش در کشور پیشرفت کند. وی می‌افزاید که در دو ماه گذشته دانش آموزان 5 ولایت کشور مسموم شدند. دشمنم امی که هدف قرار میده معارف به خاطر از امی که یک مقدار روحیات تضعیف شوه، اما قسمی که تجربه برای ما نشان داده که مردم شریف افغانستان و این پرور افغانستان هیچگاه تحت تأثیر همچو اعمال نمیرن. چرا به کلیات اگر بگیریم ما حدود 16,000 مکتبی فعلا ما باز و فعال داریم در سراسر افغانستان. در همین حال وزارت امور داخله از تلاش‌های جدی برای ردیابی عاملان این رویدادها سخن می‌زند و می‌گوید که چندین تن در پیوند با این رویدادها بازداشت شده‌اند. قضیه‌های مسمومیت در ولایت تخار بخصوص و در افغانستان در سه قضیه که در ولایت سرپل هم داشتیم یکی از موارد بسیار جدی برای پلیس است. در ولایت تخار 20 تن به اتهام این موضوع و در این قضیه گرفته شده و نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. امیدوار هستیم که بزودی فرصت اونها جزا ببینند. ارگان‌های کشفی فعالیت لازم خود دارن و شاید انقریب به نتیجه هم برسن، ولی یک مورد از این که سمپاشی در ولایت تخار بوده اونا تانستن در این رابطه 15 نفر متهم گرفتار بکنن و با گرفتاری از اینا را انتقال دادن به ولایت کابل. در اینجا در ریاست چهل امنیت ملی همین قضیه با همین 15 نفر تحت بررسی و تحقیق جدی قرار داره و هر وقت که دوسیه تکمیل شد قرض تعقیب علی نامسر نوری امنیت ملی حالا خواهد شد کتابال نشده. این گفته ها در حال ابراز می شوند که در دو ماه گذشته نزدیک به 700 دانش آموز در کشور مسموم شدند و نهادهای امنیتی در پیوند با این رویدادها نزدیک به 20 تن را بازداشت کردند و به روز دوشنبه به تازگی بیش از 70 تن از دانشجویان اکادمی پلیس ولایت هلمند نیز مسموم شدند. کشورهای کمک کننده به ویژه ژاپن در نشست توکیو بودجه مشخص را برای تقویت و حمایت اقتصادی از زنان در افغانستان در نظر گیرند. کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان وزارت امور زنان و شمار از نهادهای جامعه مدنی با ابراز این مطلب از کشورهای کمک کننده میخواهند که نباید حقوق زنان در روند صلح زیر پا گردد. در این حال این نهادها از حکومت افغانستان میخواهند که حداقل 5 وزارت و یکی از مقامات معاونیت در تمامی وزارتها به زنان اختصاص داده شود. کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان با مقام‌های وزارت امور زنان و شماری از نهادهای جامعه مدنی به روز دوشنبه پیشنهادهای مشترکشان را به جامعه جهانی و حکومت افغانستان در زمینه بهبود وضعیت زنان که در نشست توکیو ارائه خواهد شد به رسانه‌ها اعلام کردند. این نهادها به گونه مشخص نو انتظار از جامعه جهانی و نو پیشنهاد به جامعه جهانی دارند که از این میان این نهادها از کشورهای تامل کننده به ویژه ژاپن می‌خواهند که برنامه‌های ملی توانمندسازی اقتصادی زنان و استقلال اقتصادی زنان را در اولویت تعهدات توکیو قرار دهند. منابع مالی که از طریق بودجه دولت افغانستان به مصرف می‌رسد باید مسئولیت‌های حکومت افغانستان را در قبال ارتقای حقوق زنان اولویت بندی و نظارت جدی نماید، مخصوصا نظارت جدی از روند دسترسی زنان به عدالت و تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، پلان کار عمل برای زنان افغان و پلان کار ملی صلح و امنیت زنان که مربوط به قطعنامه 1325 و قانون خانواده که قرار است تصویب شود. از کشورهای تامل کننده خواسته می شود که معیار 30% مشارکت زنان در عرصه های مختلف دولتداری را یکی از شاخص های نظارتی تمویل پروژه های خیش در افغانستان قرار دهند.
در همین حال این نهادها انتظارهای از حکومت و پیشنهادهای به حکومت افغانستان نیز دارند که مبارزه با فرهنگ معافیت مجرمان و خشونت در برابر زنان از راه حاکمیت قانون و افزایش حاکمیت قانون و تطبیق بودجه جندر در تمامی اداره ها و تخصیص 30% بودجه دولت برای پروژه های اولویت زنان از جمله این پیشنهادها هستند. تطبیق استراتژی انکشاف ملی برای تقویت اشتراک زنان الا 30% در تمام سطوح قوه سیگانه دولت و اختصاص دادن حداقل 5 مقام وزارت برای زنان و 1 مقام معینیت در تمام وزارتخانه ها. از سوی همین زنان از کشورهای کمک کننده می خواهند که هرچند از روند صلح و آشتی حمایت می کنند، اما در این روند حقوق زنان نباید زیر پا گردد و لازم است تا رهبری ملی و محلی زنان در فرایند همشمول در نظر گرفته شود. لوی سورنولی عبدالکبیر رنجبر نماینده پیشین مجلس نمایندگان را از بند رها ساخت. معاون لوی سورنولی میگوید آقای رنجبر ادعا دارد دختری که وی را به ربودن و تجاوز متهم ساخته است همسر اوست. لوی سورنولی میگوید آقای رنجبر برای پیشکش کردن نکاح خط و دیگر مدارک ازدواجش از بند رها شده است. این نهاد میافزاید هرگاه ثابت شود که این دختر همسر آقای رنجبر است، این کار توطئه در برابر آقای رنجبر دانسته خواهد شد. عبدالکبیر رنجبر عضو پیشین مجلس نمایندگان ادعا دارد دختری که وی را به اتهام فساد اخلاقی و آدم ربایی متهم کرده است همسر اوست. این در حالی است که لوی سورنولی روز یک شنبه این عضو پیشین پارلمان را به اتهام ربودن این دختر بازداشت کرد. همین دختر چند ماه پیش از اولسوالی دی سبز اختطاف میشه یا گم میشه، بعدن وقتی که پیدا میشه ادعا میکنه سر آقای کبیر رنجبر که من تقریبا چند وقت پیش ازی بودم و برالاوی ازی که مرا در خانه نگهداری کرده بود و سر تجاوز جنسی هم کرده. اما اکنون معاون لوی سورنولی میگوید که آقای رنجبر برای عرضه کردن مدارک ازدواجش به لوی سورنولی از بند رها شده است. آقای رنجبر مریضی هم داره، در حالت بدی در زندان هست و ما تصمیم گرفتیم که امروز ای را رها بکنیم. در صورتی که ای اسناد ازدواج برای ما، اسناد قانونی ازدواج برای ما ارائه بکنه، برالاوه نکاح خط اما ملائمه که نکاح را بسته کرده یا دو نفر شاهدی که بوده یا مدیونی که در محفل وجود داشته اگه اینا تصدیق بکنن که نکاح شده، جرم منتفی میشه، خانم نکاحیش است و قضیه حفظ میشه. لوی سورنولی میگوید که هرگاه بر بنیاد مدارک و شواهد ثابت شود که این دختر براستی همسر آقای رنجبر است، این رویداد به گونه جدی بررسی خواهد شد. در تحقیقات بعدی برای ما روشن خواهد شد. فعلا خواهد اما قدر ما معلومات و تحقیقات شفاهی برای ما اظهارات دادن که نکاح کردن. اگر ثابت میشه که واقعا نکاح کردن، این حتما یک توطئه و یک دسیسه بوده بر علیه آقای رنجبر. گفته می شود که این دختر که اسپوژمه نام دارد 10 ماه پیش به خواست خودش با آقای رنجبر ازدواج کرده است و آقای رنجبر خانه ای در مکرو ریان سیوم نیز برای او به کرایه گرفته است. لوی سورنولی می گوید که بررسی های آنان از شفاخانه را به بلخی نشان می دهد که در اسناد شفاخانه نیز نام پدر کودک و همسر این زن کبیر رنجبر ثبت شده است. کمیته جهانی صلیب سرخ کمک‌هایش را به بیمارستان میرویس در ولایت کندهار متوقف کرد. رئیس ساعت‌های ولایت کندهار میگوید با آنکه این کمیته کمک‌هایش را به بیمارستان میرویس کندهار متوقف کرده است، کارمندان سیاش را نیز از این بیمارستان بیرون کرده است و می‌افزاید این اقدام کمیته جهانی صلیب سرخ پس از آن صورت گرفت که بمب در بیمارستان میرویس کندهار جاسازی شده بود. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.